مهمان یار. در آغاز سلام میگم برو کسایی که امی لحظه برنامه مهمان یار تماشا میکنن و آرزو دارم که دارای صحتمندی کامل باشن. باز هم مهمان یار است، دوشنبه شب است، باز هم ما مجیب رحمان عارض و نعمت جانم با ما است، نعمت هکم با ما است که بچار دی وقتا یکمه که عاجز شده. من تا خوبت من از پیش راضی هستم، زیاد شوخی نمیکنه، زیاد پرخوری هم نمیکنه. باز اگر نعمت یکان شوخی میگد باز این دگیر شما میتون. خب راستی من اینجا آمدم خواستم میگان گلار سعی کنم، چون میخواییم یک جای مهمان شویم، مهمان یار خود شویم، دیگه یک دسته گل باید برش ببریم. این که مهمان کی هستیم دیگه ایران باید برتون بگویم. خب اول تو کار میکنم، یکمه که گلار سعی میکنم میبینیم که کدام گل خوشم میای یعنی یا چی رو بهش توفه ببرم از این گل فروشی برای زنا. درست است؟ باش که من سعی کنم که برای چی توفه ببریم. این چی طور است اگه توفه ببریم؟ این نمیتونه توفه باشه به یار ما؟ خب خیلی میکنم چیز دیگه هست. یک دسته گل همونتو بسیار قشنگ مقبول زیبای تر و تازه اگر با ما اماده بسازین خوش میشیم. تازه باشه؟ بله آجان تازه باشه. و انا گفتن امانه دوستای عزیز که ای بار مهمان فریده جان ترانه میشیم، کسی که در پروسه دوم ستاره افغان لقب بهترین بانو رو گرفته. دیگه به خاطر نعمت جانم چون زیاد طرفدار طبقه ناس است و میخوایم همیشه طبقه ناس تقدیر کنه و اونا رو تشویق کنه. دیگه دیروز مرا گفت که باید حتما خانه فریده جان ترانه بریم، اونا رو مقام بهترین بانو رو برش تبریکی بگویم و در پاله ازی باید طبقه ناس دخترها رو باید تشویق هم کنیم، کرای هنر رو تعقیب کنن و خدمت کنن برای وطنشون. خب این یک دسته گلم آماده شد. قربان تن یک جان تشکر. زنده باشین. زنده باشین. تشکر. بریم که نواخت هم شده، فریده ترانه منتظر هم است. مهمان یار. خب ترانه جان در آغاز بر شما سلام میگم. تشکر مجیب جان، همچنین خوش آمد میگم شما آمدن، شما همچنین نعمت جان قند که آمده. از طرف نعمت و از طرف خود مقام بهترین بانو رو بر شما تبریک میگم. تشکر مجیب جان، لطف دارین شما. خب ترانه جان شما نو که در پروسه اشتراک کرده بودین، هدفتون میخواستین چی رو بدست بیارین؟ میخواستین بهترین بانو شوین یا اینکه ستاره افغان شوین؟ خب هدف اصلی این ستاره افغان بود مسلمه. حالا که مقام بهترین بانویتون بازم خوشم. خب ستاره افغان اگر میشدین دیگه ستاره دخترها و بچه ها میشدین دیگه، بهترین بانو کشیدین حال دیگه ستاره دخترها هستین؟ نه فرق نمیکنه. حالا ترانه جان شما بیشتر در هرات میباشین یا در کابل میباشین دیگه وقتا؟ به این وقتای پروسه ستاره افغان بیشتر کابل بودم، منتهای اقامت خودم هراته. و شما شاید در کابل خوش هم باشین چون سراسر دیگه اینجا که می باشین دیگه مهمان هستین. آه مسلمن کابل که میام، گرچه که نه خونه خود من هیچ فرق نمیکنه، آقا مهمان گفته میشه. نعمت جان مرا گفت که ترانه جان خوش داره که همیشه مهمان باشه، حالا مترس یا نیست؟ نه من هیچ چیزی نگفتم به نعمت جان، گفتم نعمت نه گفتم بره نه، منتها خب هم مهمانی خوبه هم مهمان آمدن. بسیار خب به خاطر نعمت دیگه ببرم ازت که ترانه گفت یکمه که تن بله است، این حال مرم گفت شاید اگر خانش مهمان بریم شاید ما رو نتونه پذیره ای کنه، گفت اما ما میریم دیگه یک خبرش میگیریم. حال راستی مترس شما میگه در کارهای خانه هیچ نمیتونین سهم بگیرین، هیچ کارهای خانه را میگه اصلا یاد ندارین شما؟ تعریف نیه، به خاطر که واقعا خوب کسایی که آمدن مهمون شدن
خب این برای معلومه و به کار خونم اصلا تنبلیم. نعمت امیت گفته خواسته شما رو کم ایجان زده کنه، ولی هیچ گپ نیه. اما من نعمت جان گفتم که حتما ترانه جان یک آشپز خوبه است، بخاطر ازی که چون خودش برای خود بسیار خوب میپزه بزرگ نوجان میکنه، یعنی میز که نام خدا صحتمند است. تشکر. خب باز بخاطر گپی که نعمت جان قبلا زدن، باز غذایی که جور میشه نعمت جان حق خوردن نداره. راستی در فامیل چند تن هستین؟ من برادر ندارم، 4 همشیره دارم. یک همشیریم سالون گریموره، سالون آرایشگاه داره. یک همشیریم ژورنالیسته و یک همشیریم صنف 12 و پیش دانشگاهی میخونه. یک همشیره گگم صنف 8. بسیار خوب. خب اما همشیرای شما مثل شما نام خدا صحتمند هستن و بسیار پرخور هستن؟ نه من پرخور نیم موجود، اصلا من پرخور نیم، اما خواهی که کمک صحتمندتر زیفه کنم که نظر لطف خداونده. اما ما بقیه همشیرام هم همه گینا لاغر و قد برند، کل گینا لاغر، فقط ما ببین اینا یک کمک من رو خواهیج باورم نمی. ما اتفاق میکنم که شاید شما آزم قوم متو باشی نمیتون. نه نه رقم نیه. خب راستی گفتین ما برادر ندارم دیگه نعمت جان، ما به خاطر اینکه شما ما یکم وقت یکم مایوس شدم که شما برادر ندارین و خداوند هیچ دختر بی برادر نسازه و هیچ برادر بی خواه همشیره نسازه، انال دیگه ما یک رشته نو بین شما و نعمت جان هم اینجا بسته میکنم که بعد از این شما میتونین که نعمت جان برادر بخوانین، درست است؟ چرا نه مجیب جان، ما اولا که همگی خواهرها و برادرهای دینی هستیم. نعمت جان، نعمت جان تعمال شما رشته برادر خواهری رو بسته کردیم قبل از اون. خب من بیچاره تنبل و نایفام آشپزی یاد ندارم دیگه، از این زبان نایفام چی خواهد گفت. منتها حتمی مثل برادر من میمونن نعمت جان. بسیار علی. خب ایره نعمت جان به شما تقدیم کرد به خاطر ای رشته نو که شما برادر نعمت شدین. تشکر نعمت جان، لطف دارین شما. مهمان یار. خب ترانه جان عزیز، شما چی رو بسیار زیاد خوش دارین که همیشه با او سر کار داشته باشین؟ از طفولیت با چی اوقاتتان خوش میگذره؟ بیشتر با کتاب خوندن و موسیقی. موسیقی خیلی دوست دارم، موسیقی های پاپ خصوصا. شما نواختن میتونین یا کتانا میخوانین؟ نه نه کم کم، زیاد نه چون تازه دارم یاد میگیرم ارمونیه. و راستی ورزش هم نمیکنین شما؟ کم کم، زیاد نه، کم که در زمینه ورزش تنبل. ترانه جان میشه شما بگوین که کارخونده هم شما دارین دوستای بسیار صمیمی، با کیها میشینین، با کیها راز دل میکنین؟ مسلما وقتی به محیط اجتماع وارد میشی دوست خورخونده همکار زیادن، منتها خب به بین همگی اینا من هیچ وقت با کسی نشده که من راز دل داشته باشم. همگی در حدود مثلا یک دوستی بوده، در حدود یک همکار دختر یا خانم که نشست برخواست میکنیم در محیط کار یا بعضی اوقات بیرون میبینیم، دیگه رقم صمیمیت ایجاد نشده. ترانه جان در زندگی کی را زیاد دوست دارین؟ مادر خوار خیلی دوست دارم، به خاطر که همیشه پشتیبانم بوده، همچنین پدر جانمه، هر دو نفر خیلی دوست دارم. خب منطق میفهمی درجه مادر همیشه بالاتر بوده بایده. ترانه جان در کارهای خانه شما چطور هستین؟ مثلا در قابشتن، در ششتن ظروف، در جمع جارو، یعنی آسا آسا کار میکنین یا یکی مثل دخترک هایی که تیز وارد کارها رو زود میکنه، یا چطور هستین شما؟ کارهای خانه رو شما نمیکنین؟ مجیب جان من راسته که پرسان کنین تیز است و منطق کار خانه رو نمیکنم چون اصلا فرصت تیر ندارم. صبح میرم تا ساعتای 7-8 شوم بیرون و وقتی هم که میام دیگه غیر از این مصروفیت ها خودم بیشتر نمیشه، منطق خب آدم فرضیم. خب اگر کارهای خانه شما هم دارین، چون نعمت جان برادرتان اینجا هست، دیگه میتونین کارهای خانه را یکان وقت نعمت صدا کنین که کارهای خانه را انجام بده، درست است؟ بله مسلما حتما از این به بعد ما نعمت جان را زحمت میدیم، خصوصا که ما کالاشی را اصلا دوست ندارم، اینجا باز میتونم با وقت نعمت جان بخذارم. در بین همی آهنگایی که شما خواندین در پروسه ستاری افغان، کدامش از زیاد دوست دارین و کدامش بدل شما چیشته؟
والا بچه جان لوگری من خیلی آهنگ رو دوست دارم بی اندازه زیاد. البته خاطر خوشی هم ندارم از این آهنگ، منتها خوب خیلی دوست دارم این آهنگ. و یک آهنگ که واقعا بسیار زیاد طرفدار پیدا کرد، آهنگ که شما خواندین، آهنگ لاله ام لاله بیابانم. این نیمه جانم متوجه گپ است دیگه، میشه بوری یک کمک زمزمه کنین برامو؟ لاله ام لاله بیابانم، عاشق کوه و دشت و دامانم، هر کجا میرسم غزل خوانم. لاله ام لاله بیابانم، عاشق کوه و دشت و دامانم، هر کجا میرسم غزل خوانم، هر کجا میرسم غزل خوانم. راستی شما وقتی که خانه‌تون کسی مهمان میایه، فقط گیلاس‌های خالی در پیش روشون میمانین؟ نه. گیلاس‌ها رو از چی وقت میبینم که گیلاس‌های خالی در پیش روی ما ماندین و نعمت جان هم میشه به طرف این گیلاس‌های خالی متوجه شوه؟ جان ما خدا قدر پرسان میکنی پشت سر هم، تون تو هیچ فرصت نمیدی که من چای بر شما برسم. ببخشید چای میرسم. چای سبز میخورین یا سیاه؟ فرقی نمیکنه، من تا ابو جوشم باشه خیره. خسته یالو به خاطری که مهمان هستم چای میدم و به جیش نمیدم برش. فلوکس نایفون کجا گد؟ فلوکس موتر فلوکس خودینه نیست. فلوکس منظورم ترموزه مجیب جان. ما فکر کردم که موتر فلوکس حالا کار داری اینجا. نه ترموز اینجا هسته. مهمان یار. خب ترانه جان، در پالیزی که شما انشالله و تا حد هنرمند خوب هستین و هنرمند خوب خواهد بودین، دیگه شما چی مهارت ها دارین؟ دیگه چی برجستگی ها دارین؟ چی ویژگی ها دارین شما؟ در دختدوز دختن انواع صنایع دستی مثل سرم دوزی، پیل دوزی، تا حدودی با گلسازی هم آشنایم. باز سرم دوزی پیل دوزی خوب بلدم و منجوق دوزی، کوبلن، اینا رو خوب بلدم بدوزم. خب پس اگر بیکار شدین برای ما و نعمت جانم میگن چیز بدوزین برای شما خانه مجیب جان. باز نعمت جان برادر عزیز، ما حتما برای نامی دوزم. ما نقص کردم امین جی دوستای عزیز، نعمت جان با ترانه جان برادر ساختم، ولی ترانه جان امروی نعمت جان بین خود رابطه خواری و برادری خود به جای میارن، ما فراموششان شدم. خب خیر شما ندازین، باز یکان کسای دیگه است که یکان چیز بر ما بدوزه. باشه. خب خیر باز مجیب جان، باز خلاص که شد از نیمه جان، اگه وقت خالی پیدا کردم حتما برای شما باز جور میکنم. ترانه جان شما کدام لحظه بسیار زیاد خوشحال بودین؟ لحظه که بسیار زیاد خوش بودین چی وقت بوده؟ زمانی که بسیار خوش بودم کی بوده؟ برمیگره تقریبا به 3-4 سال پیش، زمانی که من از دیپلم فوق تحصیل صنف 12 خور گرفتم، به خاطر که من در اون سال خیلی مشکلات داشتم بی اندازه زیاد و کمک وقتم نسبت به درس خوندن خیلی کم شده بود. زمانی که فوق تحصیل شدم و قبولی خوردیدم خیلی خوشحال شدم، خاطر که هیچ تصور نمیکردم که با این همه مشکلات بتونم نمره قبولی کسب کنم. کدام عادت هیچ خوشت نمیاد؟ ساکت بودن. آدم های ساکت و گوشگی رو که فکر میکنی همش خود درگیرن، مثلا کم حرف، هیچ خوشم نمیاد. من چون خودم طبیعتا آدم مثلا پرشر و شور و پر، یعنی خیلی صحبت میکنم، باز نمیتونم با آدم هایی که مثلا کم حرفن و ساکتن و جواب خوب نمیدن خوب تا کنم. همین جاست که ما و نعمت جانم فایده کردیم، چون ما و نعمت جانم از او کسایی نیستیم که عاجز باشیم، گوشگیر باشیم، همیشه جایی میریم که اصلا هیچ کس نرفته، از یک گوشه میدریم از دیگه گوشه پس میبریم. بسیار خوشحال شدم دیگه. این بگردن شما چی است؟ داخل چاکلیت شما تار تیر کردین یا چی است؟ نه این سنگای تزئینیه مجیب جان که برای گردن بند و بعضی لاکت ها استفاده میشه. من خیلی فکر کردم که چاکلیت از پوستش باز کردین، باز داخل از تار تیر کردین. نه اگه او رقم میشد یک تا برای شما هم جور میکردم تنیه. تا
ترانه جان پیشتر خودت لطف کردی اینجا بر ما چای انداختی، اما بدبختانه که نعمت جان هیچ چای نخورد و چون امروز اشتیا نداشت که چای بنوشه و پیشتر من گفت که یکان چیزای دیگه اگر باشه با نعمت جان، اگرچه بسیار میشه مامم که یک بارتان گفتم چون من مهمان هستم خانه شما و نمیخوایم شما را به تنگ بسازم، اما چی کنم نعمت جان دوستم است دیگه نمیخوایم میام آزرده باشه، یکان چیز اگر برای نعمت جان آماده بسازین. حتما چرا نه، حتما نعمت جان برای شما چیز آماده میکنم. چی وقت؟ یک سال بعد بخیر؟ چند دقیقه بعد. چرا آله؟ چرا چند دقیقه بعد؟ خب تا برم آشپزخانه و جور کنم دیگه چند دقیقه تو پس بخیر میشه میره شروع کنین، چون بزرگا گفتن که کار این لحظه را به لحظه بدی نمانه. فکر میکنم گفتن کار امروز به فردا نمانه، ولی باش چشم همین عمال جور میکنم. خیر دیش 2513 از دیگه سیست. خب دوستداران برنامه مهمانی یار، و حال فریده جان ترانه میخوای ثابت کنه که در پالویی که بهترین بانو است میخوای ثابت کنه که بهترین آشپز هم است. الان دیگه ببینیم که آیا این لقب هم به دست آوردن میتونه از طرف برنامه مهمان یار یا خیر. مجیب جان خب من سعی خور میکنم اونتا چون برنامه شما وقتی و کم باز من یک قزلگک ساده آماده کردم. خب این کالباس و خیالشور و چیز تخم دار داخلی، باز کمکی سیب زمینی هم سیب زمینی هدفتان از چی هسته؟ کچالو. من ایران ماندم که سیب زمین از کجا میروه. کچالو بگه سهی که بفهمیم. کمه کچالو هم به اینا میزنیم و همچنین مطر. فریده جان در جریان ای که کسی آشپزی میکنه، کسی کالاشویی میکنه، کسی ظرفا رو میشوه، اگر امرای خود آهنگ هم زمزمه کده بره وقت زود میگذره، خوب میگذره، میگذره بهتر تیر میشه. باز بعض وقتا که ما حتی وقت تمرین کردن هم نداریم، مجبوریم به سر کاری هم که داریم، سر وظیفه هم که هستیم، هم همراه با کاری که میکنیم کمک آهنگ هم زمزمه کنیم تمرین کنیم. چه قسم؟ مثلا من گد میکنم خود آهنگ بچه جان لوگری را میخوانم. مثلا چه قسم؟ بچه جان لوگری رفتارت کب که داری، رفتارت کب که داری، کاکا و مغرور استی دل زباره میبری، دل زباره میبری، رفتی رفتی رفتنایت صدقه را گشتنایت، صدقه را گشتنایت، زلفا را کج بستایی صدقه کج بستنایت، صدقه کج بستنایت. خب این فعلا آماده شده و اولین بار ما و نعمت جان هم هست که غذای ایرانی بخیر میخوریم به نام سالاد اولیویا. مهمان یار. واقعا که مزه دار است، بسیار زیاد مزه دار است، بسیار زیاد عالی است، واقعا خوشم آمد. تشکر. من گفتم باش شما را که من که بترسانم. من گفتم شاید خوش نداری سالاد اولیویا. نه نه خدا واقعا بسیار مقبول است، بسیار بسیار مزه دار است. نه نه اگر اجازه باشه میخورم میشه، اما من نمیفهم چه قشه بخورم. هر چقدر میل داریم مجید جان. هر قدر که خوردم؟ هر قدر که میل داریم. بس تاون خواهد پیشم نمیگیری؟ نه. ترانه جان در بین کشورهای خارجی کدام کشور دوست داری که به او کشور سفر کنی؟ بین کشورهای خارجی هند دوست دارم، به خاطر سرسبزی زیاده که داره، ادیان مختلفه که داره، آشنا شدن با مردمی، چون امکان داره در هر منطقه از هند از چندین مذهب و دین زندگی کنن مردمی.
بعد در آسیایی و از کشورهای غربی یا اروپایی که زیاد علاقه دارم برم کانادا. خب ما هم دعا میکنیم بخیر که شما را خداوند بخیر یک بار اونجا ببره تا ببینین و آشنا شوین. ترانه جان در فصلهای سال در کدام فصل سال خود راحت احساس میکنین؟ فصل زمستان خیلی دوست دارم به خاطر که من عموما هوای مهالود و ابری و بارونی یا برفی خیلی دوست دارم. خب و میشه بگوین که بعد از اینکه پروسه ستاره افغان به انجام رسید، پروسه دومش، شما چی دستاوردهای دارین و پلان آیندهتون چی است؟ مسلما راه هنر ادامه میدم، البته با تمارین بیشتر، چون ستاره افغان یک پایه بود، اولین پله بود که ما رو سوق داد به سمت هنر، ولی سعی میکنم که بیشتر پیشرفت کنم در زمینه. و یکی از آهنگام ثبت و کلیپی هم خلاص شده که یه هدیه بود از آقای احمد جواد کریمی، شعر و کمپوز از ایشون بود که آماده نشره و این نویده میدم به تمام علاقمندان موسیقی. این اولین آهنگ منه که انشالله از تلویزیون طلوع به نشر میرسه و این آهنگ هم از طرف کمپانی موسیقی باربود بر شما آماده ساخته شد؟ بله، طبق همین قرار دادی که ما با کمپانی باربود داریم که بخشی از آریا پردکشن است و ثبت و ساختن کلیپی هم زحمت این کمپانی کشیده. چی وقت تصمیم دارین که شما ازدواج کنین؟ او چی وقت من نمیتونم تعیین کنم، بگم من 24 سالم، 25 سالگی، 26 سالگی من ازدواج میکنم. منطقی که پس که هر وقت که موقع مناسب دیدم، هر وقت که شخص مقابل خودم مثلا خودم انتخاب کردم، بس بعد از ازدواج میکنم. و به نظر شما نعمت جان باید چی وقت ازدواج کنه؟ حال سنش سال کنین که آیا به نظر شما امی سن سال برازی خوب است برای ازدواج؟ نه نعمت جان، فکر میکنم شاید هم یک موارد خاصی هست که تا حال ازدواج نکرده، منتها باز هر وقت خواستی ازدواج کنی من خبر کن که باز به خسرانی بریم. خب بسیار خوب و با امیدی که بخیر روز شود که شما هنرمند خوب ما در افغانستان باشین، برای همه باشین و ما شاهد آهنگای خوبی از شما باشیم. و فکر میکنم امیدی مهمانی هم به پایان رسید، چون دیگه وقت هم نداریم، دیگه ما باید بریم. تشکر از آمدن شما مجیب جان، همچنین نعمت عزیز، برادر گرانقدر. خب بیشتر شما رو میبینیم حتما و لطف کردین کامل. دوستان برنامه مهمانیار، یک جان تشکر از اینکه برنامه مهمانیار را تهی لحظه تعقیب کردین. بعد از این ما و نعمت جان تصمیم گرفتیم که خانه کسی که مهمان از نامشیم این انتخاب شما باشه که خانه کی باید مهمان شویم، میزبان ما باید کی باید باشه. همه درست؟ کپای ما تایید کرده برو دیگه. خب پس شما امرای ما در تماس شوین که هفته آینده مهمان کی شویم و میزبان ما کی باشه. مهمانی امروز همینجا به پایان رسید و تا مهمان یار بعدی همه شما را به الله پاک و بی نیاز می سپارم. خداحافظ شما و خداحافظ نعمت جان و محمد.